سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم یه کوچولو در رابطه با سکیوریتی ویو صحبت بکنیم و خیلی هم نمیخوایم دیتیل صحبت بکنیم، در حد خیلی مختصر و تو خیلی هم نیازی بهش ندارید و بحث رو ادامه بدیم. خب اینا رو پاک کنم. جلسه قبل دیدیم که ما برای اینکه بخوایم یه ویو رو دقیقاً ویرایشش بکنیم یا دراپ بکنیم، خیلی ساده میتونیم از این منوی سمت چپ این کار رو انجام بدیم. اما یه سری روش های دیگه هم بهتون نشون دادم که بتونید ویو رو ببینید. یکیش مثلا این رفتیم بگم جلسه قبل نگفتم. سیس دات ویوز رو بهتون گفتم، ولی یکی دیگه هم هست به نام سیس کامنت. خودش اومد. اینو بریم ببینیم. اینجا نیا کنید. این ویو که شما درست کردید، بذار من یه ویو درست کنم اول. خب یه ویو بذار درست کنم. Create ویو، اسمشو میذارم تست ویو از خیلی ساده میگیرم from production dot product as a p left join by production dot brand as a b on p dot brand id مساوی b dot brand id. خب این ویو رو درست کنیم. خب حالا من دستوری که نوشتم رو دوباره می نویسم. سیس داد سیس کامنت. خب این اجرا کنیم. یا کنید این دستوری که اینجا نوشتید، این هاشش کل کامنتش هم اینجا میذاره، یعنی شما خیلی راحت میتونید کامنتش هم ببینید. یا کنید دو بار که این تک کلیک کنید، اینجا دو بار کلیک کنید، کامل بهتون نشون میده. یا کنید خب این خیلی سکیوریتی خاصی نداره، میبینید دیگه کل دستوری که من نوشتم اینجا هست. خب یا اینکه شما یه دستور داشتید چی select star from sys.views. اینجا هم میتونید ویو رو ببینید. حتی خود کامنتش رو نمیبینید، ولی چون به آبجکت آیدی دسترسی دارید، از طریق آبجکت آیدی میتونید. اینجا نیا کنید. کافی بین این دوتا یه جوین بزنید. این آیدی همون آبجکت آیدیه. کافی یه جوین بین این دوتا بزنید. خیلی راحت به اون ویو خاص دسترسی دارید. بذارید بنویسم دستورشو. Select v dot name s dot text مثلا from sys dot sys comment as a s inner join بزن با sys dot views as a v on s dot id مساوی باشه با v dot object id. اینجا نیا کنید این سه تا ویو اومد، این هم کامندش. اینجا دوباره کلیک کنید کامل نشونتون میده. همین سادگی میتونید به اینا دسترسی داشته باشید، علاوه بر اینکه حالا از این سمت چپ هم میتونید.
یه جا دیگه هم هست، راه رسیدن به خدا زیاده. select star from sys dot sql underscore module ناش. حالا چه جوری میشه تا حدودی جلوی این قضیه رو گرفت؟ خب برای اینکه بخوام جلوی این قضیه رو بگیریم یه کار باید بکنیم. مثلا اول من دوباره یه حرکتی بزنم، این ویو تست رو که ساختم رو یه رفرش کنم، اینو دیلیتش بکنم بره، این ویو رو دیلیت بکنیم. خب دراپ ویو، اینو درابش کنه. خب دیگه نباید اینجا دراب اینو تست داشته باشیم. خب حالا میخوام اینو بسازم دوباره، اون ویو رو میخوام درست کنم، این دفعه میخوام یه ذره سکیوریتیش برم بالا. میام چیکار میکنم؟ اینو بذار ببندم همینجا که داشتیم میساختیم. اینجا که داریم میسازیم، میام اینجا یه ویت اضافه میکنم، میگم ویت انکریپشن. انکریپشن اشتباه نوشتم، این اینجوری. یه بار دیگه رو درست کنیم. حالا اوکی، حالا بریم اینجا ببینیم چی میاد برامون. نال اومد، میبینید؟ یا مثلا اون یکی دستورا چی بود؟ بذارید اصلا همین اجرا کنم، یعنی نال دیگه شون نمیده که چی خبره اونجا. از اینجا بخواید ادیت هم بکنید، نگاه کنید بغلش یه اتفاقی افتاده. میبینید میام اینجا تو اسکریپت التر، دیگه اصلا التر نداره، دیگه التر بهتون نمیده. این یه کوچولو سکیورش میاد بالا، بازم قابلیت هک کردن داره ولی خیلی سخت میشه دیگه. خب بریم یه بدمش تو جلسه بعدی. فعلا خداست.